به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدید امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس های تان به صورت منظم و درست تعقیب کنید گران است که تاس خسی بخیر ای هم بخیر راغلی ای نو چم توی ی چنه نه نیل واس پیل عزیز ما امروز مضمون دری صنف 11 همه میخوانیم که عنوان درس امروزی ما مصنوی و مصنوی سرایان بزرگ هست روی از این موضوع در درس امروزی صحبت میکنیم اما قبل از ای که بریم و درس امروزی خود آغاز کنیم یک مرور کوتاه به درس گذشته میکنیم ای که در درس گذشته ما کدام موضوع را خواندیم زمونگ ملاتر لپارا دی بیگم اکاردیمیک چینل لزان سرا سبسکرایب کری بیاد شرنگنی تر ریکی کاغی تر څو درسی ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولری او له هغو څخه برخمن شی اگر شما به یاد داشته باشین در درس گذشته ما یک داستان خواندیم زیر عنوان بنای باد این داستان خواندیم درباره نویسنده داستان که دکتر اکرم عثمان بود معلومات حاصل کردیم همچنان بخش توضیحات خواندیم و بخش آخری درس ما هم که بخش آین نامنگاری بود در بخش آین نامنگاری پیشنهاد شناختی ای که پیشنهاد آیا از جمله نامه های اداری محسوب میشه و یا خیر و جواب از این سوال هم بود بله یعنی پیشنهاد از جمله نامه های اداری هست روی از این موضوعات در درس گذشته صحبت کردیم و معلومات حاصل کردیم نست که بون کو داو زمنگ دتیل دا تیل وست موضوعات تاسو پتیل که کمسونزه یا پختونه لره؟ نه استادی ډیر یعنی یعنې تاسو تیر لوست موضوعات په نه چې په تیر لوست کې کومه ستونزه نه لرئ اوس راځئ چې نننی پیل کرو. ای که عزیز مثل همیشه در, در درس امروزی ما اهداف درس داریم هدف درس امروزی ما یه که مصنوی را بشناسیم گرچه درباره مصنوی کم معلومات ابتدایی داریم اما در کل در درس امروزی روی مصنوی صحبت میکنیم و مصنوی سرایان بزرگ میشناسیم این موضوعاتی است که در جلسه امروزی روش صحبت میکنیم و معلومات حاصل میکنیم پس بیاین که درس خود آغاز کنیم نزد کوون کو د تل پشان زدن ننیل وست متن تاستل ولم تاسورت دقت وکړئ چه هم دلوست لوست لوستل دکری او هم د مصنوی به هکله معلومات ترلاسه کړئ لولم دقت مصنوی منصوب به مثنا یعنی دو دو یا دو تا دو تا یکی از قالب های شعری است که ابیات آن متحد الوزن و دو مصراع هر بیت آن بر یک قافیه است مصنوی را مزدوج هم گویند. در ساختن مصنوی چون هر بیت بر قافیه خاص و جداگانه است و با ابیات قبل و بعد خود فرق دارد و دست شاعر در آوردن قوافی مختلف باز می باشد از این رو تعداد بیت آن گاه به چندین هزار بیت می رسد. و بعد این جهت برای سرودن مطالب مفصل و نظم داستان تاریخی، رزمی، بزمی، اخلاقی و عرفانی و اکثر غرض شعری به کار می رود. مانند شاهنامه فردوسی، گرشاسبنامه نامه اسدی توسی، مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی منطق تیر فرید الدین عطار عدیقت الحقیقی سنایی بوستان مصلح الدین سعدی خمسی نظامی گنجوی هفت اورنگ مولانا نور الدین عبد عبدالرحمن جامی و غیره نو مصنوی ابدای خراسان زمین بوده و قدیمترین نمونه آن بیت های پراگنده است که از شاهنامه مسعودی مروزی او اواخر قرن سوم هجری باقی مانده است. زکوون کو کچیرستا استاسو پیاد وی مونگ پا که ده مسنوی پا حکلا لوستیو. ده چه مسنوی هم ده شعری قالبونو لدل سخده یعنی یو شعری قالب ده. مسنوی د مسنه سخاقی ستل شوه یعنی دو دو. کچې ری تاسو د دقت کړي ويست د کوونکو په مسنوي کې بیت شتون لري چې په دې بیت کې دوه مصرع دي نو د په دې حساس دي ته دوه دوویل کیږي په دې کې ست کوونکو دوهړه مصرې یا دوړه مصرای چې لري متحد الوزن دي او قافیه یو شانه سربیره پر دې ست کوونکو د مسنوي په لیکلو کې هر بیت خاصه قافیه لري یعنی په یا بیت کې چې دوه مصرع دي د دوی قافیه یا شنده خو په بل باید کې به د دې قافیه توپیر لري یعنی یا بیت خپل د ورستنی او مخکيني بیت سره توپیر لري پس چې په قافیه کې نه په دې اساسه اس د کوونکو د شاعر لاس د قافیه په بدلولو کې آزادته همدارنګه مسنوي کې د بیتونو ته ادادت مشخص ندي حتی سوزو رو بیت ته رسی هم رسیدي چې په همدې اساس د تاریخي کیسو د بیانولو لپاره د اخلاقي او عرفاني موضوعاتو د بیانولو لپاره د مسنوي څخه کار اغېستل کیږي کی. د مسنوي لرډالو څخه يا هم د مسنوي د نمونو څخه ځکهونکو مونږ کولای شو چې د شاهنامه، فردوسي، اډوونوکرو، ګرش سپنامه، اسدي، توسي اډوونوکرو، مسنوي او معنوي مولانا جلال الدین محمد بلخی، منتقل طیر فریدتین اتار، حدیقه الحقیقه سنائی او همدارنګا 50 نظامی گنجي اډوونوکرو شه سربیره پر دې ځکهونکو یوازې دا مسنوي نه دي یه همي आवाज پدې کې دوه مسنوي څخه کار نه دی غیستل شوی نور ځاچمیر اثر دي چې هغه هم په مسنوي باندې لیکل شي ودي د لومري زل لپاره مسنوي په خوراسان کې راایستل شو او په همدې اساس د همدغه برخې څخه ځاچمیر پراګنده بیتونه هم تر لاسه شي مېدې نو سره زو د مسنوي بازي نمونې ولو زیتاستل ولو تصورته دقت وکړه به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرت. خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را چې دا فردوسی مصنوی دسته چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح, شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور منز اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش چې زده کوونکو دا مسنوی د مولانا خدایا به عزت که خوارم مکن به ذل گناه شرم سارم مکن مسلط مکن چون منی بر سرم ز دست تو به بهگر عقوبت برم بگیتی نباشد به ترزین بدی جفا بردن از دست همچون خودی مرا شرم ساری زروی تو بس دیگر شرم سارم مکن پیش کس گرم بر سر افتادت ز تو سایه ای سپهرم بود کمترین پایه ای. اگر تاج بخشی سرفراز را زدم تو بردار تا کسی نیندازدم چه دست که د کو د نوید سعدی دا. لمری برخزه تا سمانا کوم تا دقت وکری به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد ده هغه سيختن تعالی په نامه چې ځان یا زموږ جسمي پیدا کړي خیره د عقل عقل او دانش پیدا کړي هغه سيختن تعالی چې زموږ نور فکر یا اندیشه د هغه د پیژندلو لپاره نه رسي یعنی کفایت نکوي خدavond نام او خدavond جای خدavond روزي ده رهنمای هغه سيختن تعالی چې مونږ ته نوم راکړي مونږ ته را ځای راکړي مونږ ته روزي راکوي زموږ لار خوونه کوي خداوندی کیوانو ګردان سپهر فروزنده ماه او ناهید او مہر هغه سيختن تعالی چې ډول ډول ستوري پیدا کړی د دې تکون کو چې د دغه سورلړل څخه د زهره او د زحل یادونه کوي هغه سيختن تعالی چې اسمان په گردش راوړی ز نام او نشان او ګمان برتر است نگارنده برشده ګوهر است به بینندګان آفریننده را نبینی مرنجان دو بینندره چې د حقي نام او نشان او حتی دا چې هغه سوق د زمونږ ګومان زمونږ فکر او تخیل هم هلت نه رسیږي به بینندګان آفریننده را نبيني مرنجان د بینندره حق ش... حق سښتن ته چې د ټولو شیاو پیدا کوون کيده یعنی د ټولو شیاو چې تاسو د زمکه پرمخ ګوري په پر کائنات کې ګوري د دې ټولو پیدا کوون کيده او د دې ټولو لیدون کيده نو ته په دواړو سترګو سره یعنی ته چې بیننده او په دواړو سترګو سره لیدل کوي نو د همدغه مخلوقاتو یعنی دغه مخلوقات چې الله تعالی پیدا کړي دا مزاوره یا هم د دو دوی درنج سبب مکیګ بشنوازنه چون حکایت میکنه از جدائی ها شکایت میکنه د نیسه خاورا د کړکی سخه خاورا چې څه شي کوي حکایت کوي او د بیلټنونو سره شکایت کوي کاس نایستان تا ما را ببریدند وز نفیر مرد و زن نولیدند دلته کرک کو نو کرکه وای زکونکو له هغه وخت چې ذی د نور دوستان او یا نایستان څخه جدا کړم نو همدغه خزده او کنر ده په ناله کیدی یعنی تل آهو ناله کوي سینا خو هم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق قورم خپل سينه سړکړم شره شره کړم پارچا پارچا کړم د سشي سخه د فراق سخه د جدایي سخه د بیلتون سخه ترسو چې وایم د اشتیاق سخه هر کس کو دور مون ز اصل خیش باز جو یت روزګار وصل خیش هر څوک چې خپل د اصل څخه پاتې شو خپل د اصل او نسب څخه پاتې راغی نو هغه د بیرته لټ شي خپل هم غوږار پیدا کړي یعنی بیرته هغه لومړنی ټکی تلاشی یعنی خپل د اصل په لټه کې دي شي خدایا به عزت کې خارم مکن په ذله ګناه شرم سارم مکن خدایا ته ما م به عزت کوا ما مخوارو او د ګنا په ګناه لپاره یاد ګناه لپاره می شرم ساره کوم مسلط مکن چون منی بر سره ز د ستو بهر عقوبت برم ز ما په شان یو بل شخص په ما باندې م مسلطه وا یعنی ما دی یو بل شخص د لاس لنمر اوره چاغه هم ز ما غو د انسان ز ما په شان ده د څومره خده چې ز ما عقوبت یا عاقبت ست په لاس کی وی بګیتی نباشد بدتر زندګی جفا بردن از دست همچون خودی بګیتی کې په دنیا کې په جهان کې بدتر لدی څه خنشته چې یو شخص د بل شخص څه یا همزه د زند ورته څه بدې وګورم مرا شرم سارې زروي ته بس دګر شرم سارم مکن په شه کس نه چاته شرم سار یم دا چاته می سر خټه دا دا چ په ګناهونو کې اخته یم تا تا حمدا پسته نوما بل انسان ته شرم سارکه و ما ګرم برسر افتد ز تو سایه سپهرم بوت کمترین پای کچیر استاد یو ر په ماغور زیګی کچیر ستا مهربانی په ماراش کچیر ته په ما تاره هم مهربانی وکړي نو ستا سایه ستا سوره دمر لوی د آسمان د دې یو ډیره کوچنی برخه تشکیل لري اګر تاج بخشي صرف را زدم تو بردار تا کس نه اندا زدم کچیر ته ما تلوړ مقام را کوي کچیر ته زما په سر ته اچګ دي یعنی ما ته تلوړ مقام را کوي ما ته عزت را کوي نو ته زما لاس و نیسه ته زما ملاتړ وکړه ته سوچ بل سوق ما سشې نه کی شرم ساره نکړي ما و نغور زوي نو ستكونکو دا هم د سعدي مسنوي و چومل واستل د مسنوي پاته بیلګې بیا پر اټلون کې لوست کې خب شاگردای عزیز در این بخش درس مشکل یا سوالی وجود نداره؟ نه استاد. بسیار خوب. یعنی شما موضوعات درس امروزی را به صورت درست یاد گرفتین. خب حال که در این بخش درس مشکل ندارین بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم ای که به طور خلاصه کدام موضوعات مهم در درس امروزی خواندیم و یاد گرفتیم به طور کلی در درس امروزی ما در مورد مصنوی و مصنوی سرایان بزرگ معلومات حاصل کردیم مصنوی را شناختیم همچنان کسانی که مصنوی سرودن او اشخاص هم شناختیم و نمونه های مصنوی را هم خواندیم این موضوعاتی بود که در جلسه امروزی خواندیم و یاد گرفتیم خب حال که شما سوال ندارین و موضوعات درس امروزی را هم به صورت درست یاد گرفتین حالی میاییم به کارخانگی درس امروزی ای که مثل همیشه در درس امروز ما کارخانگی داریم شاگردای عزیز کارخانگی درس امروزی شما ای است که مصنوی را تعریف کنید مصنوی منصوب به چیست و چه معنا میده به دو سوال در کتابچه هایتان جواب نوشته کنین و روز بعدی که به صنف می آمدین همراه خود بیارین درس امروزی ما در همین جا پایان می رسه با میدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درست گرفته باشین تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک می رسه.